سلام، اینجا کانال زن روزه. لطفا قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدین تا از پست های بعدی ما هم با خبر بشین. امروز میخوام در مورد بتی خواننده ایرانی براتون صحبت کنم، پس با ما همراه باشید. بتول فخری متولد 1 شهریور ماه 1331 در تهران خواننده ایرانی است که فعالیت هنری خود را قبل از انقلاب 1357 ایران آغاز کرده و همکنون مقیم شهر تورنتو کانادا است. او در 6 سالگی به خاطر کار پدرش عباس فخری به زنجان رفت و از اول دبستان به مدت 9 سال در شهر زنجان زندگی کرد. اما پس از این مدت بتی دوباره به همراه خانواده‌اش به تهران بازگشت. در سن 17 سالگی از دبیرستان عطار فارغ التحصیل شد و چند ماه بعد در سازمان جغرافیایی کشور به عنوان نقشه‌کش استخدام شد و بعد از دوره آموزشی به اصرار یکی از همکارانش به دفتر زیا آتابای خواننده معرفی شد و در همانجا به او پیشنهاد خواندن ترانه عزیزم شد که اصل آهنگ ترکی است و آن را نکاربوک خوانده بود و به این ترتیب بتی در سن 18 سالگی با دو ترانه عشق افسرده و عزیزم با اشعار سعید دبیری وارد عالم هنر شد. صفحه اول بتی به طور بی‌سابقه رکورد فروش را شکست، به طوری که در روز اول 60 هزار صفحه فروش رفت و تا مدت‌ها جزو صفحه‌های پرفروش روز بود. همکاری او با سعید دبیری موجب آشنایی بتی با او شد و خیلی زود این آشنایی به ازدواج انجامید و حاصل این ازدواج فرزندی به نام هایدن است که در ایران زندگی می کند. بتی بعد از ازدواج با سعید دبیری و تولد هایدن خوانندگی را به مدت 2 سال کنار گذاشت و بعد از این مدت دوباره وارد عالم هنر شد که آلبوم غریبانه از کارهای آخر او در سال 1356 قبل از جدا شدن از سعید دبیری است. بتی در سال 1357 با توجه به اوضاع آن زمان چندین ترانه را به صورت آزمایشی در استودیو اجرا کرد که به علت وقوع انقلاب دیگر فرصت نشد آنها را اجرا کند و تا سال 1357 حدوداً 45 ترانه اجرا کرد که بسیاری از آنها در آلبوم غریبانه یا بر روی صفحه گرامافون یا در فیلم ها و رادیو پخش شد. بتی در طول فعالیتش با شاعران و آهنگسازان خبره و بنامی همچون سیاوش قمشی، جهانبخش پازوکی، حسن شمایزاده، اردلان سرافراز، واروژان، منوچهر چشمازر، احمد شاملو، سعید دبیری، اریک ارکاند و بسیاری دیگر همکاری داشت. زندگی او بعد از انقلاب دچار دگرگونی‌های زیادی شد. او بعد از انقلاب 57 مانند هنرمندان بسیار دیگر مجال نیافت تا در عرصه هنر همچنان به فعالیت بپردازد. زنان به طور مطلق اجازه نداشتند آواز بخوانند و این گونه شد که بتی مانند دیگر خوانندگان زن ایرانی مجبور شد که سکوت اختیار کند. بتی در سال 1356 یک سال قبل از انقلاب از همسرش جدا شد. او تا 6 سال پس از انقلاب در ایران ماند و با پسرش زندگی کرد. پس از این در سال 1363 تصمیم گرفت که از ایران خارج شود. بتی همراه پسرش از ایران خارج شد و بنا به اقتضای شغلش ترانه می‌خواند و به کار هنری پرداخت. او با همراهی گروه موسیقی عبدی یمین در کنسرت‌ها و برنامه‌هایی در خارج از کشور شرکت کرد و به هنرنمایی پرداخت. بعد از 8 سال به علت دلتنگی پسرش برای ایران تصمیم گرفت به ایران بازگردد. او به محض بازگشت به ایران بازداشت شد و سالهای سختی را سپری کرد. او در این باره میگوید او را ابتدا به سلولهای انفرادی وین بردن و پس از مدتی او را به جایی بردن که حتی نامش را هم نمیداند. او میگوید که هر روز مرگ را به چشم میدیده اما زنده ماند. او پس از رهایی از زندان به تحصیل پرداخت و به دانشگاه رفت تا زبان انگلیسی بیاموزد. او در همه این سالها ممنوع الخروج بود و تا سال 2005 در ایران ماند و بعد از آن به کانادا مهاجرت کرد. بتی میگوید وقتی که کوچک بودم خیلی به رقص و آواز علاقه داشتم، اما وقتی وارد این کار شدم مادرم و دیگران خیلی به من گوش زد میکردن که سنگین باش. بتی میگوید وقتی که انقلاب شد اصلا توقع نداشتیم شرایط اینطوری شود. من و همه خوانندگان در کاباره ها برنامه اجرا میکردیم و وقتی که انقلاب شد گمان داشتیم که این کاباره ها ممکن است به سالن کنسرت تبدیل شود و متاسفانه دیدیم که همه چیز تغییر کرد.
خیلی سخت بود. بسیاری از همکاران من از ایران رفتن ولی من در ایران ماندم. او در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که بعد از انقلاب درخواست مجوز کرده که برای خانم ها بخونند، اما موفق نشده و به او اجازه این کار را ندادند. او میگوید مسئولان امر مدام به او وعده و وعید دادند اما به آن عمل نکردند و به اجبار 20 سال سکوت کردم و ترانه ای نخواندم. او بعد از 2 سال اقامت در کانادا یعنی سال 2007 به لس آنجلس رفت و آلبومی به نام لبخند قدیمی را اجرا کرد. او همچنین در مهر ماه 91 پس از سالها با موزیک ویدیو فردا تو راهه به دنیای خوانندگی بازگشت.